دوسته خوبم سلام، به کانال من خوش اومدی. امروز میخوایم در مورد اینکه منسترال کاپ چیه با هم صحبت کنیم. منسترال کاپ چیه؟ منسترال کاپ یا کاپ قاعدگی یا فنجان قاعدگی. انواع اقسام برندا وجود داره که اینی که من الان استفاده میکنم لیدی کاپ برندشه در واقع، ولی خب خیلی برندهای دیگه هست با رنگا، مدلا، سایزهای متفاوت. شاید شما از این تا الان استفاده نکرده باشین، حتی اطلاعاتی در موردش نداشته باشید، ولی هرچه زمان میگذره بیشتر مورد توجه قرار میگیره و انسانهای بیشتری باهاش آشنا میشن و ارتباط برقرار و توی کشورهای مختلف ازش استفاده میکنن. من خودم معمولا از چیزهای جدید استقبال میکنم، یعنی اولین باری که دوستم برام توضیح داد که از همچین چیزی استفاده میکنه، مثل خیلیایی که عکس العملای بد نشون میدن نسبت بهش، من برام خیلی جالب بود برعکس اون و فکر کردم که چقدر چیز جالبیه. دلایلش هم زیاده، یعنی اینکه یکی از دلایلش اینه که برای محیط زیست خیلی خوبه، دو اینکه هزینه رو میاره پایین تر، چون که شما نیست دیگه نیازی نیستش که هر ماه بخواین هزینه پد، تامپون یا حالا از هر چیزی که استفاده میکنین رو بدید. اینو تا بستگی به استفادهتون تا 10 سال 15 سال هم میتونین ازش استفاده کنید. من حدود 1 سالی هست که با این آشنا شدم، ولی چند ماهی تحقیق کردم که از چه برندی بگیرم، اصلا کلن چجوری استفادهش. خیلی طول کشیده، اما تقریبا 2 ماهی که دارم ازش استفاده میکنم و خیلی راضیم، خیلی راحتم، برخلاف اون چیزی که خونده بودم و دیده بودم که بعضی هم میگفتن تا چند ماه طول میکشه حتی بهش عادت بکنی. شاید بگم بعد از 2 یا 3 بار استفاده کاملا بهش عادت کردم و خیلی باش راحتم، یعنی میتونم بگم که دیگه شاید هیچ وقت من از پد استفاده نکنم. با تمام اینکه در مورد ساختن این ویدیو خیلی فکر کردم و کار راحتی نیست برام نبود، ولی ترجیح دادم که این ویدیو رو بسازم و با شما شیر کنم، چون فکر میکنم که خیلی کمک خواهد کرد. شاید فکر کنید این خیلی بزرگه، چجور میخواییم این ازش استفاده بکنیم، چجور میخواییم این رو وارد واژنمون بکنیم، ولی خب راه های مختلفی داره. خب بیایم امتحان کنیم. روشی که من خودم خیلی باهاش راحتم، روش اوریگامی بهش میگن، که این رو اینجوری به داخل فشارش میدیم، به این حالت اینجوری میشه. یکم نزدیکتر نشونتون بدم، از اینجا اینو به داخل فشار میدیم به این حالت، وارد واژن میکنیم. حالا من برای اینکه یه کمی برای شما راحت تر باشه، تنها چیزی که تونستم پیدا کنم که اندازش هم به این بخوره این استکان بود، برای همین من اینجوری بهتون نشون بدم. اینو که اینطوری تا کردید فکر کنید که این واژنه، اینو میکنید تو. یه کمی به نظر سخت میاد ولی اونقدر سخت نیست، یعنی بعد از 1-2 دفعه، حالا یه کمی بیشتر، شاید چند بار امتحان، قطعا میبینید که خیلی کار راحتیه. کنید این تو و وقتی که ولش کنید این خودش معمولا همینطوری باز میشه و یه صدای کاملا صدای میده که شما متوجه میشین که باز شده، ولی اگرم نشود یه کمی و دستتون اینو میتونید اون تو بچرخونید تا اینکه این صدا رو بده. اینو که کردید اون تو و این برگشت، من آب ریختم که ببینید که این چقدر این آب رو نگه خواهد داشت. ببینید این آب دیگه در نمیاد. میبینی؟ چون هوا نمیکشه در نتیجه هیچی هم ازش نمیرسه. به نظر خیلی سخت میاد، درسته
ولی اونقدر سخت نیست، کافی چند بار امتحان کنید تا اینکه احساسش میکنید که چقدر راحت. برای در آوردنش یا یه انگشت رو اینطوری میکنید تو، طوری که بتونه هوا بره داخل و اینو درش میاریم، یا اینکه این دو طرفش رو اینطوری فشار که بدیم باز هوا رد میشه و این آروم میکشیم بیرون، خالیش میکنیم توی دستشویی. هم موقعی که درش میارید با یه آب و صابون ساده بشوریدش تا مطمئن باشه که صابون روش نمونده باشه و دوباره سر جاش قرار میدید. قبل از اینکه دوره پریودتون شروع بشه این رو 10 تا 15 دقیقه داخل آب جوش میجوشونید، کاملا استریل میشه و سیلیکون هیچ اتفاقی هم برش نمیافته، کاملا که استریل شد و این رو ازش استفاده میکنید برای طول مدت پریودتون، یعنی حالا یه هفته از 5 روزه هر چقدر که هست. قبل از استفاده ازش، یعنی قبل از اینکه هر دفعه که میخواید درش بیارید و بذارید سر جاش، قبل و بعدش حتما دستاتون رو با صابون بشورید. وقتی که این تمیز باشه، دستاتون هم تمیز باشه، پس هیچ جای نگرانی برای اینکه میکروبی چیزی وارد بدنتون بشه یا مشکلی براتون پیش بیاد نخواهد بود. قیمت این ها معمولا بین 30 تا 40 دلاره. با یه حساب کتاب ساده میتونید ببینید که چقدر به صرفه است که از این همچین چیزی استفاده بکنید هر ماه و چقدر حالا تمیزتر. جنسش از سیلیکونه، در نتیجه چیزی رو جذب نمیکنه، به خاطر همین با یه ضد عفونی و اینا راحت میتونید ازش سالها استفاده بکنید. رنگ و مدل های خاص و زیادی داره که شما میتونید بسته به بدنتون، بسته به سلیقه‌تون از اونا استفاده بکنید. یکی از نکات خیلی جالب و جذاب حداقل بر من که مطمئنم برای خیلی از شما اینطوریه، وقتی در دوران پریودمون، در دوران قاعدگیمون، دستشویی رفتن بیرون از خونه خیلی کار سختیه، ولی با این راحت میتونید بیرون دستشویتون رو برید و هیچ نگرانی نداشته باشید، سر کار میرید، چون که اینو بین 8 تا 12 ساعت میتونید تو بدنتون نگه دارید و تعویضش نکنید. حالا بسته به میزان خون ریزیتون بعد از یه مدت دستتون میاد که باید اون روزه اول چقدر زودتر درش بیارین یا نه. با هر لباسی، با هر شرایطی از این استفاده بکنید. هر رنگ، هر جور لباسی که دوست دارید میپوشید، هر کاری که دلتون میخواد میکنید، ورزش بکنید، بخواین شنا بکنین، استخر برین، هیچ مشکلی پیش نمیاد. من همه اینا رو امتحان کردم. بعضیا سوالشون اینه که اگه بخواییم با یوگا کنیم چطوره؟ یوگا هم میتونید بکنید، حتی برگردید، هیچ مشکلی پیش نمیاد، راحت باش بخوابید. یعنی تا استفاده نکنید نمیتونم براتون بگم که چقدر میتونه خوشحالتون بکنه، چقدر میتونه راحتتون بکنه. میدونم که اگر امتحانش بکنید پشیمون نخواهید شد و شاید شما هم مثل من بهش مبتلا بشین. اصلا شما یادتون میره که پریودید، اصلا حس نمی کنید اینو توی بدنتون. شده وقتی که من فراموش کردم که این تو بدن منه و از 12 ساعت هم بیشتر بوده گذشته، یهو یادم افتاده ای وای من اینو تعویزش نکردم، تخلیهش نکردم. در واقع خیلی چیز راحتیه. فکر میکنم برای ویدیو اولمون انقدر کافی باشه اطلاعاتی که دادم بهتون. استفاده کردی؟ دوست دارم که تجربتون رو برای من بگید که چقدر باش راحت بودین، چقدر خوب بوده براتون، یا هر کامنتی که دارید یا اگه سوالی دارید حتما برای من بنویسید. یادتون نره که من سابسکرایب کنید، اگر ویدیو پسندیدین لایک کنید. سعی میکنم اطلاعات دیگه در این مورد بعدم براتون حتما توی ویدیو دیگه آماده کنم و بذارم. مرسی که توجه کردین و این ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.